با این ترفند ساده عمر لامپ کم مصرفت رو 10 برابر کن. سلام دوستان، خیراللهی هستم از پیج تعمیرات الکترونیک و آموزش ساختنی های الکترونیک. توی این ویدیو اومدم با آموزش افزایش عمر لامپ های کم مصرف. این ترفندی که توی ترفندی که میخوام بهتون یاد بدم خیلی کوتاه و خیلی ساده است و خیلی زیادی هم لازم نداره و این ترفند کاملا عملی و واقعیه و تضمین شده است و اون ترفند تست شده و عمر لامپ کم مصرف رو خیلی بالاتر میبره. میخوایم بریم در ادامه این ترفند رو با هم ببینیم. فقط قبلش یک نکته بگم، اگر دوستان شما به ویدیوهای تعمیرات الکترونیک، ساختنی های الکترونیک علاقه دارید، پیشنهاد میکنم کانال ما رو سابسکرایب بکنید و بقیه ویدیوامون هم ببینید. ما چون ویدیوهای در مورد الکترونیک ویدیوی کار بودیم. خب بریم سراغ ادامه یه ویدیو. برای افزایش عمر لامپ های کم مصرف یک ترفند خیلی ساده است. این ترفند کاملا تست شده و تا حدودی میتونه عمر لامپ های کم مصرف دور رو افزایش بده یا 2 برابرش بکنه و حتی اگر کامل این کار رو به درستی انجامش بدید حتی خیلی بیشتر میتونه بشه انجام. خب حالا بریم سراغ انجام دادن ترفند. وسایلی که لازم داریم برای انجام این ترفند دو تا چیز هستن: خمیر سیلیکا که مهمترین چیزه و زرورق آلومینیوم. خب این بود از وسایل مورد نیاز. در اولین قدم کار باید حباب لامپ کم مصرفتون رو بیارید و اون رو بازش بکنید. حالا چجوری؟ اگر نمیدونید باید با یک پیشگوشی نازک یا یک کاته بندازید دور شیارهای این لامپتون و کم کم با زور یه ذره بازش بکنید به این همین عادت. بعد از اینکه حبابتون رو باز بدنتون رو باز کردید به این بردتون میرسید و حالا باید اینجا رو این سرپیچش رو در بیارید و بعدش که در آوردید من الان بهتون میگم کارش کنم. بعد از اینکه سر بردتون رو در آوردید در آوردید میاد، دقت بکنید فقط شما کاری که باید انجام بدید نگاه بکنید به ترانزیستورهای بردتون رو پیدا کنید. ترانزیستور این قطعه هستش که اینه، دو تا ترانزیستور روی لامپای کم مصرفه، یه دونه این ور و یه دونه این ور، حالا هرچی واتش بیشتر بشه بزرگتر. این دو تا رو پیدا بکنید و به اندازه ترانزیستورتون یه میزان زرورق ببرید. دو تکه زرورق مثل همین حالتی توی دست من دارید میبینید میبرید، بعد اون خمیر سیلیکونتون میارید دوستان و یک ذره این خمیر سیلیکون هستش به روی زرورقت بزنید. یک ذره زیاد هم خیلی نشه، یه ذره در حدی که در حدی خمیر سیلیکون بزنید که گرما رو انتقال بده، زیاد نزنید و حالا پهنش بزنید خمیر سیلیکون. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید باید به دور ترانزیستورهای خودتون این آلومینیوم هایی که درست کردید رو بپیچید. الان من این کار رو انجام میدم. حالا یه ذره اگر کوچیک باشه سخته ولی خب یه ذره هم عقب و هم جلو بشه. با پنس خیلی راحت تر میشه. من این پنس بیارم به این صورت که دارید داخل ویدیو میبینید، باید کامل روی ترانزیستورتون رو با این آلومینیوم پوشش بدید. دلیل این کارمون چیه؟ دلیلمون اینه که ترانزیستورهای لامپ‌های کم مصرف پس از کار زیاد داغ میشن. به خاطر همین دوستان ما الان با این آلومینیومی که گذاشتیم میتونیم هیتسینگی به اصطلاح براش درست کرده و تا یه ذره جلوی داغ شدن بیش از حدش رو میگیره. این روش خیلی میتونه به درد بخوره و عمرتون لامپاتون رو بالا ببره. این بود از این ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. اگر از این ویدیو خوشت اومد لایک کنید. اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید از اون پایین سابسکرایب کنید که کلی به امید انرژی میدید. لایک و کامنت هم فراموش نشه. و اگر یک ویدیوی دیگه هم یک روش دیگه هم هستش که برای افزایش عمر لامپ‌های LED هستش که اگر اون هم اگر توی کامنت ها دوست داشتید بگید که من اون رو اون ویدیو هم براتون بزنم.
و اگر شما دوستان روش دیگری بلدید برای افزایش عمر لامپ کم مصرف، همین الان تو کامنت ها بنویسید که بقیه استفاده بکنن. مرسی که تا اینجا ویدیو ما رو دیدید. خیلی خدا نگهدار.